سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. توی این ویدیو به واکنش بی سابقه خانم بازیگر به اتفاقات اخیر و مرگ مهسا امینی پرداختیم، پس با ما همراه باشید. قبل از هر چیز این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید که از ویدیوهای جدیدمون زودتر از همه با خبر بشید. در روزهای اخیر در پی اتفاق تلخی که برای مهسا امینی دختر کرد که به تهران مسافرت کرده بود افتاد، باعث شد افراد، هنرمندان، ورزشکاران و افراد معمولی با هشتک مهسا امینی و با انتشار کاریکاتورها، نقاشیها و انواع چیزها به حمایت از اون و به مخالفت با گشت ارشاد بپردازند. در بین این واکنش‌ها خانم کتایون ریاهی با برداشتن حجاب خودش اعتراضش رو به حجاب اجباری و موضوع گشت ارشاد نشون داد. کتایون ریاهی، بازیگر ایرانی، روسری از سر برداشت و در مصاحبه‌ای گفت: ابتدا تسلیت میگم به جامعه ایران و جامعه کرد ایرانی. تصویر من به عنوان کشف حجاب وایرال شده، ولی این کلمه برای کسی که با حجاب بوده و الان حجاب نداره استفاده میشه. ولی من هیچ وقت محجبه نبودم و فکر نمی‌کنم کسی باور کنه که من محجبه بودم. فقط حجاب اجباریه که دیگه ندارم. فاجعه‌ای که برای مهسا اتفاق افتاد، چیزیه که ما هر روز داریم اونو می‌بینیم و لمس میکنی و روح و روان دختران و زنان سرزمین ما داره میمیره هر روز. من امروز فکر میکنم که دیگه دروغ گفتن بسه. سالهاست که ما رو به عنوان با حجاب نشون میدن. در صورتی که حقیقت نداره. هر کسی باید پوشش خودش رو مشخص کنه و این حداقل آزادیه که هر انسانی میتونه داشته باشه. اینم الان انتخاب منه. خانم بازیگر در ادامه گفت: من ترجیحم اینه که اختصاصاً در مورد بازیگری و سینما حرف نزنم. برای اینکه فشاری که الان وجود داره خیلی بیشتر از فشاریه که روی بازیگران زنه. درسته که ما زیر ذره بین هستیم، ولی الان همه دارن آسیب میبینن و اونایی دارن جون میدن که آدمهای معمولی جامعه هستن. فشارها و هزینه ها و ممنوع کاری ها و ممنوع خروجی ما بازیگران سالهاست که وجود داره. الان بیش از نیمی از جمعیت جوان کشورمون بیکارن. کی اونا رو ممنوع کار کرده؟ این جامعه. ما هم یکی از اونها. من بیش از 20 ساله که کار نمی کنم. 10 سال بابت یک مسئله به نام شوهر من ممنوع خروج بودم و به دلایل دیگه هم ممنوع کار بودم. دیگه برای من میخواد چه اتفاقی بیشتر از اینها بیفته؟ همکاران ما رو دستگیر میکنن، زندانی میکنن، توبیخ میکنن، ممنوع خروج میکنن. من فکر میکنم دیگه این کارها بیفایده است، چون ایران الان یه زندان بزرگ شده متاسفانه. در ادامه گفت: من فکر میکنم حتی اگر ذره‌ای جایی برای صحبت و شنیدن صدای مردم وجود داره، به ساده ترین شکل و قانونی ترین شکل ممکن به رفراندوم گذاشته بشه، وگرنه معلوم نیست واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد. خانم کتایون ریاهی، بازیگر سینما و تلویزیون، متولد 10 دی ماه 1340 در تهرانه. این بانوی هنرمند فارغ التحصیل کارشناسی ادبیات و انسانشناسیه. پدر ایشون اردشیر روحانی، پزشک ارتوپد و اهل شیراز، و مادرشون گیتی ریاهی گیلانی تبار هستن. برادر خانم ریاهی به نام علیرضا ریاهی هم در عرصه بازیگری فعالیت میکنه. کتایون ریاهی سالها قبل ازدواج کرده و حاصل ازدواجش پسری به نام پوریاست که در بیشتر مراسمهای هنری در کنار مادرش حضور داره. کتایون ریاهی در سال 1391 مؤسسه خیریه‌ای با هدف کمک به کودکان ناشنوای مادرزادی که نیازمند جراحی کاشت حلزونی گوش بودن تأسیس کرد که تا به امروز بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمان این کودکان را پرداخت کرده. خانم بازیگر فعالیت هنری خودش رو با نویسندگی برای کودکان شروع کرد و با فیلم خبرچین به سینما اومد که ساخت این فیلم در نیمه راه ناتمام بود و اون برای بازی در فیلم پاییزان انتخاب شد.
این بانوی هنرمند کشورمون با بازی در سریال پدر سالار شناخته شد و بعد از اون با بازی در مجموعه روزهای زندگی و بعد از اون سریال پس از باران و شب دهم به شهرت بسیار زیادی دست یافت. کتایون ریاهی با بازی در فیلم سینمایی شام آخر یکی از مهمترین بازی‌های دوران کاری خودش در عرصه سینما رو داشت و برای حضور در این فیلم هم نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر از جشنواره فجر شد. ایشون با ایفای نقش زلیخا در سریال یوسف پیامبر به اوج شهرت خودش رسید و بعد از اون پس از سالها با این نقش در بین مردم شناخته می‌شد. بازیگر نقش زلیخا در سریال یوسف پیامبر در خرداد ماه 88 طی یادداشتی کنارگیری خودش از عرصه بازیگری رو اعلام کرده و بعد از اون تا به امروز در هیچ سناریویی حضور نداشته. کتایون ریاهی در سریال پدر سالار نقش زهرا عروس مهربان و آرام اسدالله خان رو ایفا می کرد که صاحب فرزند نشده بود. اون در این سریال با بازیگران مطرحی مثل محمدعلی کشاورز، حمید خیرآبادی، خسرو شجاع‌زاده، سیامک اطلسی، محمود پاکنیت، ناصر هاشمی و کمند امیر سلیمانی نقش آفرینی کرده بود. در سریال به یاد ماندنی یوسف پیامبر، کتایون ریاهی بازیگر نقش زلیخا همسر عزیز مصره که سالها از عشق به یوسف رنج می برد تا اینکه در زمان پیری و از دست دادن زیبایی و ثروت خودش به خداوند ایمان آورد و به خواست پروردگار بار دیگر جوان شد و با یوسف ازدواج کرد. مصطفی زمانی بازیگر نقش یوسف پیامبر بود و هنرمندانی مثل محمود پاکنیت، جعفر دهقان، رحیم نوروزی، الهام حمیدی، لیلا بلوکات، پروانه معصومی و امیر حسین مدرس در این سریال نقش آفرینی کردند. کتایون ریاهی قبل از شروع بازیگری با فرشید رحیمیان ازدواج کرد و صاحب پسری به نام پوریا شد، اما این زندگی در نهایت به جدایی انجامید. خانم ریاهی در دومین تجربه خودش با مسعود بهبهانی ازدواج کرد که ایشون از سهامداران اصلی شرکت اویل ورد آمریکاست. این زندگی هم چندان دوام نداشت و در نهایت از همدیگه جدا شدن. در پی اتفاقات اخیر در فضای مجازی و به راه افتادن جنبش میتوی فارسی، خانم کتایون ریاهی از اتفاق تلخی که 25 سال پیش براشون اتفاق افتاد پرده برداری کردن. ایشون در این صحبت‌ها گفتند که آقای سعید پور صمیمی 25 سال پیش ایشون رو مورد تعرض قرار داده بودند. این صحبت‌ها واکنش‌های بسیار زیادی به دنبال داشت و خیلی‌ها ایشون رو مسخره کردند. ولی این حرف‌ها اصلا براشون مهم نبود و ایشون خواسته بودند اتفاق تلخی که براشون افتاده رو بازگو کنند. فیلم‌های سینمایی که خانم کتایون ریاهی توی اون‌ها ایفای نقش کرده: دعوت، شیرین، تاراب و تب توت فرنگی، این زن حرف نمی زند، جایی دیگر، شام آخر، لاک پشت، قافله، تماس شیطانی، آپارتمان شماره 13، کشتی آنجلیکا، غریبه، آخرین لحظه، خبرچین و پاییزان بوده. مرسی از این که تا این لحظه مثل همیشه با ما همراه بودید. لطفاً نظرات خودتون رو زیر همین ویدیو با ما به اشتراک بذارید.